به صفر تقسیم برای خودش. پس اینتر از بین میره، دو باقی میره. حالا قبل ببینید این اپسیلون، قبل از اپسیلون مثبت، بعد از اپسیلون منفی، برابر یک قطب مثبت داره. اما مثال سوم رو ملاحظه بفرمایید، یک چند جمله معادله مشخصی داریم: S5 2S4 24S 48S2 -25S -5. خب میخوایم با استفاده از روش روز هرویتس ببینیم که این چه وضعیت داره. خب جملات رو می‌نویسم. ببینید بچه ها، من تعمدن ادامه ندادم، میخوام اون بحث استفاده از مشتق رو حساب بکنم و بهتون نشون بدم. S5 رو نوشتم، S4 هم نوشتم. خب ببینید S5 روبروش چی میشه؟ اولی، سومی که 24، بعدی منفی 25 و بعدی هم که حالا صفر نیازی نیست. برای S4 اولیش 2 میشه، بعدی 48، بعدی و منفی 50. حالا میخوام S رو بنویسم، این درایش رو حساب بکنم. درایه این میشه چی؟ 2 ضرب در 24 میشه 48، منهای 1 ضرب در 48 میشه 48، 48 منهای 48 میشه 0 تقسیم بر 2 0. این درایه شد 0. حالا میخوام بعدی رو حساب بکنم، میشه 2 ضرب در -25 میشه -50، منهای 1 ضرب در -50 میشه -50، منهای 50 منهای منهای 50 میشه -50، بازم میشه 0. ببینید یک ردیف همش 0 شد، این هم 0. وقتی یک ردیف همش 0 میشه، میایم چیکار میکنیم؟ ردیف بالاییش رو، چند جمله‌ای که با استفاده از ردیف بالاییش میتونیم بنویسیم چیه؟ این ضریب 2 میشه 2S4 به علاوه 48S2 منهای 50. ببینید برابر این ردیفی که همه درایه هاش 0 شد رو، ردیف بالاییش رو مجدداً می‌نویسیم، یعنی 2S4 به علاوه 48S2 منهای 50. چرا؟ چون این 2 مربوط به S4 بود، 48 مربوط به S2 بود. وقتی اینو نوشتیم یک بار ازش مشتق می‌گیریم. مشتقش میشه چی؟ 8S3 به علاوه 96S. ضرایبی که به دست اومد، چند جمله‌ای که به دست اومد، ضرایبش رو به جای اون دو تا صفر قرار می‌دیم. چون S3 هست دیگه، 8 رو به جای اولی قرار میدیم و 96 رو به جای دومی. ببینید، ببینید بچه‌ها، دوباره S3 یعنی باز تولید می‌کنیم. 8 رو به جای اولی قرار میدیم و 96 رو به جای دومی. متوجه شدین؟ چی شد پس یک بار دیگه؟ S5 و S3 رو نوشتیم، می‌خوایم درایه‌های رو ردیف S3 رو تولید می‌کنیم. حساب کتاب کردیم، هر دو تا صفر شد، همش صفر شد. حالا که درایه‌های یک ردیف همش صفر میشه، می‌آییم از ردیف بالایی استفاده میکنیم، چند جمله‌ایش رو بازسازی میکنیم، یک بار مشتق میگیریم، ضرایب چند جمله مشتق رو به عنوان ضرایب S3 قرار میدیم و دیگه حالا انگار اینا نیست، حذف میشه S5, S4, S3 و با اینها ادامه میدیم. S2 چی میشه؟ S2 میشه اینا حذف شده دیگه. S2 میشه 8 ضرب در -50 منهای 2 ضرب در 96 تقسیم بر 8. حساب کتاب بکنیم میشه 24. به همین ترتیب بعدی میشه -50، برای S1 112.7 و S3 میشه -50. وقتی ملاحظه بفرمایید ببینید ستون اول رو 1 2 دیگه نیست دیگه، 1 2 8 24 112 -50، یه دونه تغییر علامت داریم، پس یک قطب مثبت داریم. برابری من در سه مثال سعی کردم اون سه تا نکته که تو اسلایدهای قبلی رو که حالت خاص بودن رو براتون نشون بدم که چطور در قالب مثال حل میشه. اما موضوع بعدی بحث تحلیل پایداری نسبیه و اینکه چقدر روش پایداری روز هرویتس میتونه توی تحلیل پایداری نسبی موفق باشه. به بچه ها، معیار پایداری روز هرویتس فقط در خصوص پایداری مطلق بحث میکنه و توانمند نیست توی بحث پایداری نسبی، مگر اینکه از یک تریکی استفاده بکنیم، یک به نحوی صفحه مختلف رو منتقل بکنیم که در ادامه خواهم بود. یک راهیافت مفید برای بررسی پایداری نسبی، جابجا کردن صفحه S و اعمال معیار پایداری روس است. ای بچه ها، پایداری تا اونجا که ما با هم اومدیم جلو و متوجه شدید، این که روش پایداری روز هرویتس